همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، خب به نظر میرسه از طرفی تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان افزایش یافته و از طرف دیگه تلاش‌ها برای جلوگیری از یه جنگ تمام عیار در این منطقه ادامه داره. بیشتر در این زمینه برامون توضیح بده لطفاً. درسته تناز، هر دو در واقع هر دوی این رخدادها به صورت موازی دارد پیش میان. از طرف همونطوری که خودت هم گفتی در خبرها ده ها موشک و راکت و احتمالاً پهپاد رو امروز حزب الله به سمت اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل هم موجی از حملات توپخانه‌ای و هوایی رو علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان انجام داد. بعد گفت که خب حزب الله در بیانیه‌ای که صادر کرد و مسئولیت این حمله را قبول کرده، گفته این واکنش اولیه به کشتن یا در واقع به کشته شدن صالح العروری بوده. معلوم نیست که آیا واکنش ثانویه‌ای هم خواهد بود یا اینکه اگر خواهد بود در کجا و در چه زمانی خواهد بود. از طرف دیگه تلاش ها هم همچنان ادامه داره، هم فرانسه، هم ایالات متحده، هم کشورهای اروپایی به صورت مشخص اتحادیه اروپا الان که جوزف بورل به بیروت رفته و حتی شاید به نوعی قطر هم دارن تلاش میکنن که جلوی یک درگیری نظامی تمام عیار رو بین اسرائیل و حزب الله لبنان بگیرن. خب جوزف بورل الان در لبنان هست، در روزهای گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل و لبنان بود، با مقامات دو کشور دیدار کرد. از اون طرف نخست وزیر لبنان نجیب میقاتی که امروز با بورل دیدار کرده، قبلترش هم تلفنی با نخست وزیر قطر صحبت کرده بود و در اونجا میقاتی گفته بود که بعضی ها در واقع میخوان لبنان رو به یک جنگی بکشونن که نتایج فاجعه باری خواهد داشت. نگفته بود منظورش از این بعضی ها کی است. اما یک مشکل بزرگی که در اینجا وجود داره این هست که تمام این گفتگوها با دولت لبنان انجام میشه و حزب الله دستور مستقیمش رو از دولت لبنان نمیگیره، همونطوری که وزیر، اگر اشتباه نکنم، وزیر خارجه خود لبنان هم در یک مصاحبه‌ای گفته بود که امیدوار هست که حزب الله در واقع لبنان رو به جنگ نکشونه. ممنونم از توضیحات اشکان صفایی همکارم از اورشلیم.